ساکنان شهر بوچا در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین این یکشنبه 3 ماه آوریل نیروهای روسی را به تیراندازی و کشتن به دلیل غیر نظامیان قبل از عقب نشینی از منطقه کیف متهم کردند. نیروهای اوکراینی پس از بازپسگیری مناطق اطراف پایتخت اجسادی را پیدا کردند که برخی از آنها دستهای بسته شده داشتند و نشانه هایی از شکنجه هم بالای آنان دیده می شد. خبرنگاران آسوشیتد پرس هم روز یکشنبه اجساد حداقل 9 نفر را با لباس غیر نظامی دیدند که به نظر می رسید از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. حداقل 2 تن آنان دستشان از پشت بسته شده بود. جسد مرد دیگری روی پله های داخل ساختمان افتاده بود. مقامات محلی تعداد کشته شدگان را حدود 280 نفر اعلام کردند، اگرچه تعداد واقعی هنوز مشخص نیست. ساکنان میگویند که نیروهای روسی مردم را از زیرزمین های بیرون میکشیدند که در آنجا از درگیری پنهان شده بودند. ساکنان همچنان میگویند که روس‌ها تلفن‌های آنان را برای یافتن شواهد دال بر فعالیت‌های ضد روسی آنان بررسی می‌کردند و یا آنها را با خود می‌بردند یا با آنان شلیک می‌کردند. بود це останній день, коли вони заходили. Так вообще, це стоять чоловік возле того, руки підняв ось возле на стіколки возле дев'ятиэтажки. Взяли, розстріляли. Жінка заходила в під'їзд, вони взяли і розстріляли просто так. یکی دیگر از ساکنان هانا هرگا گفت که روس ها بالای دوست او که برای جمع‌آوری هیزم رفته بود تیراندازی کردند. او گفت که همسایه ها جسد را در حیاط جلوی ساختمان دفن کردند زیرا نمی توانستند او را به درستی دفن کنند. ایشو او брати дрова і відки не візьмесь вони це почали стріляти. Того попали чуть вище 5. Кістку роздробили повністю. Той упав, а стрілець каже, не кричи, я цей, бо будуть стріляти. Вони розвернулися, вони йому, хлопці, перерубали повністю ліву сторону ноги, вона була на калоші. Оця сторона вся прострелена і чуть-чуть нижче візка, контроль. کشف این اجساد باعث درخواست های جدید برای تحقیقات جنایات جنگی و تحریم روسیه شد. مقامات اوکراینی گفتند که در حال مستندسازی برای پرونده هستند تا مقامات روسی را به اتهام جنایات جنگی محاکمه کنند. برای محکومیت دادستان های دادگاه کیفری بین المللی باید تصاویری از حملات به غیر نظامیان را در طول تهاجم روسیه نشان بدهند.